درود دوستان به شما همیهنان گرامی و نازنین در ایران عزیزمان، در سراسر ایران عزیزمان، در آذربایجان مرد پرور، در سیستان و بلوچستان دلیر و غیور، در کردستان همیشه سرسبز و خرم و مردمان پاک نهاد، در گیلان و مازندران و مردمان پرشورش، در کرمان و مردمان مهمان نوازش و در سراسر ایران عزیزمان. همچنین همه ایرانی تباران و فارسی زبانان در سراسر فلات بزرگ ایران، در کشورهای برادر و دوست افغانستان و تاجیکستان. امروز هفتم امرداد است و برابر است با 28 ماه جولای. امرداد ماه نمیرایی، ماه جاودانگی. این واژه همونطور که پیشتر هم عرض کردم در اوستا آمده است به عنوان یکی از صفات اهورامزدا و نام یکی از هفت امشاسپندان بزرگ ایرانی است و در تاریخ ما، فرهنگ ما و اسطوره های ما به عنوان ماهی است که جاودانگی و نمیرایی رو به بشریت نوید می‌دهد. دو پادشاه قدرتمند، خردمند و دانا و میهن‌پرست ما در یک چنین ماهی جهان را به درود گفتند و با توجه به آنچه که در دوران پادشاهی خود اگرچه کوتاه بود اما بسیار عظیم و بزرگ بود انجام دادند، در حقیقت به جاودانگی پیوستند و نام آنان و یاد آنان و خاطره آنان همیشه زنده خواهد بود. و جالب است که به فاصله یک روز در روزهای چهارم و پنجم امرداد این دو ابرمرد تاریخ ایران، رضا شاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر، به تاریخ پیوستند. روانشان شاد و آنچه که برای سرزمین ما انجام دادند وصف ناشدنی است. کارهای بسیار بزرگ و بسیار اساسی که انجام شد در دوران پادشاهی این دو ابرمرد تاریخ ایران، در حقیقت جامعه ایرانی و ساختار جامعه ما رو به گونه‌ای دگرگون کرد که امروز اگر بعد از 41 سال یورش تازیوشان، اهریمن صفتان و ضحاکان زمان بر کشور ما چیرگی پیدا کرده است، اون زیرساخت‌های عظیم و بنیادهای قوی که در دوره دودمان پهلوی، شاهنشاهی پهلوی در ایران استوار شد، مانع از ریزش و فروپاشی کشور شده است. در روزهای گذشته و همچنین در 2-3 ماه گذشته شاهد آتش سوزی های زیادی در نقاط مختلف کشور هستیم، از پالایشگاه ها تا ساختمان های قدیمی تا اخیراً به آتش کشیده شدن 6 تانکر نفت در کرمانشاه و آتش سوزی هایی که در نقاط مختلف کشور انجام شده است، در جنگل ها و کوه ها و بیابان ها و هر کجا را که می شود به آتش کشید به آتش کشیدند و معلوم نیست که چه کسانی دست به این آتش سوزی ها می زنند. آیا همین فرقه تبهکار حاکم هست که جناح‌های درون این فرقه با یکدیگر به تصفیه حساب به سبک مافیایی پرداختند و دست به یک چنین خرابکاری‌هایی می‌زنند؟ آیا عوامل بیگانه در داخل کشور هستند که برای تخریب دست به چنین کارهایی می‌زنند؟ آیا بیگانگان هستند که از خارج این آتش‌سوزی‌ها رو از طریق حملات سایبری کنترل می‌کنند و یا با بمباران‌هایی که رژیم ابا دارد به اونها اشاره بکند برخی از این حملات و آتش سوزی ها را انجام دادند؟ به هر روی و به هر شکلی که این آتش سوزی ها انجام شده باشد، تخریب مملکت است، تهدید جان ایرانی است و بالاتر از همه نشان می‌دهد که رژیم فرومایه و در حال زوال جمهوری اسلامی هیچ گونه کنترلی بر روی این مسائل ندارد. رژیم در حالتی بحرانی به سر می‌برد
که نه تنها به لحاظ اقتصادی کنترل کشور را از دست داده است، نه تنها به لحاظ سیاسی در انزوای کامل قرار گرفته است، بلکه به لحاظ امنیتی هم نمیتواند امنیت شهروندان رو که یکی از بزرگترین و مهمترین وظایف یک حکومت و یک دولت هست رو حفظ کنه. آنچه که در ساختار این رژیم باقی مانده است و سبب دوام این ساختار شده است، در حقیقت تنها بخشی از سرکوب و ارعاب است که رژیم هنوز در این بخش فعاله و این بخش هنوز تحت کنترل رژیم هست. از وبلاگ نویسان تا روزنامه نگاران، از معترضین دانشجویی تا کارگرانی که ماهاست حقوق و مزایای خود رو دریافت نکردن، تا هر کس دیگری که به هر شکلی زبان به اعتراض بگشاید، رژیم با سرکوب شدید سعی میکند که او رو حذف کند و به این ترتیب رعب و وحشت در دل مردم ایجاد بکند. اگر دستفروشی در کنار خیابان است که از طبقه بسیار فقیر شهری محسوب میشود و وعده‌ای که اینها دادند از در روز نخست که ما میخواهیم حکومت شما مستضعفان رو برپا کنیم، ما میخواهیم شما را آقا کنیم، ما میخواهیم پول نفت رو بر سر سفره شما بیاوریم و امروز اینها رو در فقر و گرسنگی مطلق قرار دادند، حتی اگر برخلاف قوانین شهرداری عمل کرده باشند و به دستفروشی در کنار خیابان پرداخته باشند، روش برخورد با آنان آنی نیست که حکومت فاسد انجام میدهد. مأمورین شهرداری مانند حیوانات هار به مردم، به یک پیرزن، به یک نوجوان، به یک کودک حمله ور میشوند، با ضرب و شتم او بساط او رو به هم میریزند و چه بسا که او رو بعد از اینکه تنبیه میکنند به زندان هم میافکنند. و تنها گناه آن پیرزن بیچاره یا آن کودکی که به جای اینکه در مدرسه باشد در خیابان به دستفروشی پرداخته است، این است که گرسنه است و به دنبال لقمه نان است تا خود و یا خانوادهش رو سیر بکنه. این برخورد به این شکل صورت میگیرد و رژیم دقیقاً میداند چه میکند، برای اینکه میخواهد در این طبقه ارعاب و وحشت ایجاد بکند. حمله به خوابگاه‌های دانشجویی، پرتاب کردن دانشجویان از بام خوابگاه ها و بسیاری جنایت های دیگری که در دانشگاه ها انجام شده است، نشان از این دارد که رژیم می خواهد که با ارعاب و سرکوب عمر پلید خود رو افزایش بده. دستگیری زنان در خیابان ها و تجاوز به اونها در بازداشتگاه های موقت یا در زندان ها برای از بین بردن شخصیت اونها دلیل دیگری برای ایجاد رعب و وحشت از سوی رژیم است. شکستن قلم نویسندگان، تهدید کردن جامعه وکیلان و به طور کلی هر کس که در برابر رژیم کوچکترین اعتراضی داشته باشد مواجه با شدیدترین برخورد ممکن می شود. چرا رژیم یک چنین روشی رو در پیش گرفته است؟ اگرچه همه می دانند که رعب و وحشت می تواند تا مدتی مردم رو ساکت کند، اما نفرتی که در دل مردم ایجاد می شود از حکومتی که بر اونها حاکم است، در نهایت باعث خیزش مردمی می شود. و آیا اگر اینها مطلع هستند از یک چنین وضعی، چرا به این شرایط ادامه می دهند؟ رژیم هیچ گونه برنامه‌ای برای مسائل اقتصادی ندارد، کما اینکه هیچ آجری روی آجر در مملکت گذاشته نمی شود، هیچ کار عمرانی انجام نمی شود، کارخانه ای افتتاح نمی شود، مدرسه ای باز نمی شود، دانشگاهی افتتاح نمی شود. یعنی آنچه را که ما در رژیم پادشاهی ایران شاهد بودیم و هر روز صدها مدرسه و پل و جاده و دانشگاه و بیمارستان و کودکستان و غیر و ذالک در اقصی نقاط مملکت افتتاح می شد، شما امروز یک کدام از این
چیزها رو نمیبینی که در مملکت ما در حال اجرا شدن هست یا در حال تصدیق شدن. رژیم کنترلی بر روی منابع مالی خود ندارد. اختلاس ها که از خانه علی خامنه ای رهبر فاسد این بیمار جنسی روانی آغاز می شود و در سراسر مملکت گسترده می شود، حکایت از این دارد که این دولت بیکفایت و دولت های بیکفایت بعد از او و اگر عمر این رژیم پیدا بکند و بعد از حسن روحانی با ترفندهایی دولت دیگری روی کار بیاید، همگی ناکارآمد و همه بخشی از این فرقه تبهکار فاسد دوست هستند. کما اینکه به کارنامه حسن روحانی اگر ما رجوع بکنیم، از دروغ پردازی های او در مورد مدرک دکترایی که دارد تا دروغ های دیگری که در مورد بسیاری از قراردادهایی که با بیگانگان مخفیانه امضا می کند، تا فروش نفت و گاز ایران به شکل رایگان، تقریبا رایگان، به دیگر کشورهایی که حامی اینها باشند در جهان، تا مسائل بانکداری و مسائل مربوط به تولیدات در کشور، نشان می‌دهد که این دولت مانند دولت‌های پیشین فاسد، دست نشانده و ناکارآمد است. در زمینه مسائل سیاسی ما به کرات دیده ایم که جامعه جهانی با رفتاری که متناسب شئونات اینها هست، حالتی که پوتین رئیس جمهور روسیه در برابر حسن روحانی یا در برابر احمدی نژاد می نشیند و برخلاف عرف بین المللی و تمام پروتکل های تشریفاتی است، نشان می دهد که برای اینها هیچ گونه ارزشی قائل نیستند. در دیگر نقاط جهان و همچنین در کنفرانس های بین المللی و حتی در سازمان ملل متحد ثابت شده است که برای این افراد به عنوان دیپلمات هیچ گونه ارزش قائل نیستن، زیرا که جامعه جهانی بهتر از هر کسی میداند که اینها مشتی مردمان دزد و سارق و بیکفایت و فرومایه هستند که در یک شرایط خاصی قدرت رو در یک مملکت بسیار پر اهمیتی مانند ایران در دست گرفت. رفتاری که اخیراً با این فروشنده ایران، با این دورگرد فروشنده ایران جواد ظریف انجام شد در عراق و نگذاشتن پرچم کذایی و منحوس جمهوری اسلامی در ملاقات هایی که او با مقامات عراقی داشت، دقیقا نشان از این دارد که حتی عراقی ها که متمتع شده اند از کمک های اینها و بر اساس ادعاهای اینها، اینها از مهمترین نیروهایی بودند که در عراق در برابر داعش ایستادند، امروز هیچ گونه ارزشی بر اینها قائل نیستند. و در ملاقاتی که نخست وزیر موقت عراق می کند با رهبر فرومایه و بیکفایت یعنی علی خامنه ای، خامنه ای از اون می خواهد که پولهایی که در عراق به دلیل خدماتی که ایران داده است، به خصوص در مورد فروش برق به این کشور، این پولها رو به مملکت بازگردانند. آقای کاظمی صریحا می گوید که ما نمیتوانیم برخلاف تحریم های آمریکا عمل بکنیم و در حقیقت یک تودهنی محکمی به این رهبر فرومایه میزند که این روزها به خاطر نادانی های او، به خاطر بیکفایتی های او، اینها کاسه گدایی به دست گرفتند. از عراق تا کره جنوبی مشغول این هستند که با گدایی پولهایی که متعلق به ملت ایران است رو برگردانند تا دوباره صرف حفظ و نگهداری بشار اسد یا موشک پرانی حوتی ها و یا کمک به تروریست های فلسطینی و یا در لبنان خرج حزب الله. به همین جهت در عرصه سیاسی به خصوص ما در ماه های آینده در سپتامبر و اکتبر شاهد خواهیم بود که فعالیت های بسیار زیادی رو آمریکایی ها در مورد اعمال تحریم های مجدد تسلیحاتی بر رژیم انجام خواهند. بیکفایتی اینها در اداره امور کشور و انزوای سیاسی اینها سبب شده است که به فروش بیشتر ایران دست بزنند. اگر تا دیروز شمال کشور و دریای مازندران رو به روسیه و اغمار روسیه واگذار کردند، امروز در صدد هستند که خلیج فارس رو
و دریای عمان و تنگه هرمز رو به کشور چین واگذار. در مورد قراردادی که بنا هست با چینی ها امضا بشود، رقت این قرارداد در وضعیتی که اینها قرار دارن به گونه ای است که حتی در اونجا ذکر شده است و به فارسی ترجمه شده است که پولهایی که از صدور نفت حاصل می شود، حالا این صدور نفتی که چینی ها انجام میدن، یعنی چینی ها اکتشاف میکنن، بهره برداری میکنن و فروش میرسانن، به فروش میرسانن نفت ایران رو با قیمتی که 30% زیر قیمت روز بازار هست و برای 25 سال آینده هم با همین قیمت معامله قرار است انجام بشود و بعد هم بین 8-10% برای تضمین و اینشورنس یا بیمه این قرارداد اضافه تر میگیرند و به اضافه اینکه کلیه مخارج با جمهوری اسلامی خواهد بود و تمام حقوق چینی هایی که در اونجا کار میکنند، از تکنسیان ها تا کارگرها تا نیروهای نظامی که برای حفظ جان اینها به اصطلاح لازم است دولت چین ارسال بکند، تمام اینها نشان از این دارد که در نهایت چین در این قرارداد برای حفظ خود و برای خوشحال کردن آمریکایی ها این مطلب رو گذاشته است که دقیقا هم به فارسی ترجمه شده که استفاده از این پول ها بایستی استفاده بهینه و زیر نظر دولت چین باشد. اگر روزگاری در قرن 19 و نیمه های قرن 20 کشور ما زیر چکمه های سربازان روس در شمال و سربازان انگلیسی در جنوب بود، امروز جای انگلیسی ها در جنوب با چینی ها عوض شده است و کشور ما عملا مستعمره روس و انگلیس شده است، روس و چین شده است. این است که در یک چنین شرایطی وقتی که ما به چشمانداز سیاسی نگاه میکنیم، متوجه میشویم که در چشمانداز سیاسی هم اینها یک حکومت ورشکسته است. تنها بخشی که باقی مانده است که اینها سالهاست به آن مینازیدند، بخش حفاظت و امنیت هست که اخیراً با این آتش سوزی ها و با بمباران های احتمالی که از سوی اسرائیلی ها انجام شده است و اینها ناگزیر شدند که سیستم ضد هوایی کشور رو فعال بکنند و به همین جهت خطر بسیاری امروز در آسمان ایران وجود دارد و سازمان هوانوردی جهانی اخطار کرده است به شرکت های هواپیمایی که از پرواز بر فراز آسمان ایران خودداری بکنند، نشان از این دارد که تازه متوجه شدند که بمباران های هوایی انجام شده است. خب طبیعی است وقتی که یک عده آدم های فرومایه، دزد، مفتخور، نالایق، میهن فروش و کسانی که کار اصلی اینها قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان هست، مثل رضایی و شمخانی و دیگری و دیگری، اینها نمیتوانند سربازان میهن باشند، اینها نمیتوانند فرماندهان ارتشی باشند که بنا هست از مملکت پدافند، اینها مشغول به کارهای دیگر هستند و به همین جهت است که مواجه میشوند با اوضاع احوالی که برای اینها کاملا ناشناخته است و نمیدانند چه اتفاقی افتاده و به انواع و اقسام اظهار نظرها همراه با دروغگویی ها کوشش میکنند که یک موقعیت متزلزلی رو برای خودشون حفظ کنند. پس در این قسمت هم رژیم شکست خورده است. اگرچه آمده در دریای عمان مانوری انجام میدهد و یک ماکتی که ظاهراً یکی از کشتی‌های ناوهای جنگی هواپیما برای آمریکایی است رو مورد هجوم قرار میدهد در این مانور، اما در واقع خود این مانور هم نشان دهنده ضعف و استیصال این رژیم ددمنش پلید است. آنچه که سبب شده این رژیم باقی بماند دو عامل است. یک عامل سرکوب که اینها با سرکوب و ارعابی که عرض کردم اجازه نمیدهند که مردم به خود اجازه بدهند که در برابر اینها اعتراض کنند. پس ما بایستی این ترس رو در خودمون بکشیم. عامل دوم نبودن یک ساختار رهبری و یک
گروه کاریزماتیک رهبری هست که بتواند تکلیف رو مشخص بکند، وضعیت مملکت رو مشخص بکند و به مردم روحیه جنبش و حرکت بدهد. این دو عامل باعث شده است که اینها باقی بماند. در مورد عامل اول، من همونطور که در چندین برنامه تا کنون ذکر کردم، تشکیل گروه های ضربت از اولین وسائل و ابزار کاری است که ما می توانیم رعب و وحشتی رو که رژیم بر ما وارد کرده است با درجات بالاتر به خود اونها بازگردیم. همونطور که پیشتر هم عرض کردم، این به این معنی نیست که ما جنبش مدنی و خیزشی رو که ملت ایران آماده است که به شکل میلیونی اجرا بکنند به هزار و یک دلیلی که یک دلیلش فقط همین مسئله شرایطی است که به خصوص بعد از کرونا پیدا شده است و وضعیت بحرانی اقتصادی که مردم رو سرانجام به جان خواهد آورد و مردم به خیابان خواهند آمد. بنابراین اون خیزش ملی و اون جهشی که میلیونی بنا هست انجام بشود و تا کنون انجام نشده از زیرا که رهبری نبوده است، او رو ما نمیخواهیم خراب بکنیم. رژیم و سازمان‌های مانند مجاهدین و یا برخی از این سازمان‌های کمونیستی، اینها به دنبال این هستند که مردم تفنگ را دست بگیرند، جنگ مسلحانه آغاز می‌شود و در این جنگ مسلحانه از یک سو رژیم خوشحال باشد که در یک جنگ غیر متقارن، یک جنگ نامتوازن، رژیم برنده خواهد بود، برای اینکه ابزار اصلی قدرت در دست اوست نه در دست مردم. و مجاهدین و امثال اونها خوشحال خواهند بود که در مردابی که آغاز می شود اونها بتوانند نفرات خودشون رو وارد ایران بکنند و با کمک دولت‌های خارجی و پولی که از بیگانگان می گیرند در اون مملکت بتوانند بخش‌های رو حداقل جدا کنند و به خودشون اختصاص بدن. پس بنابراین این چیزی نیست که ما می خواهیم، این چیزی نیست که میهن پرستان ایرانی می خواهیم. آنچه که من عرض می کنم تشکیل گروه‌های ضربت است، به این ترتیب که در هر شهری در سراسر مملکت جوانان ما با تشکیل گروه‌های ضربت و آنطور که خود بهتر می‌دانند تا ما، ایجاد وحشت بکنند در دل کارگزاران رژیم. اگر امروز اعلان کردند که جوانی رو در کرمانشاه اعدام کردند، بلافاصله جوانان به سراغ خانواده قاضی، خود اون قاضی، امام جمعه شهر و مسئول نیروی انتظامی یا نظامی که در این کشتار و دستگیری دست داشتند بروند و با سلاح گرم یا سرد یا کوکتل مولوتوف یا هر گونه وسیله‌ای که در اختیار اونها هست اونها رو به هلاکت برسانند و وحشتی در دل اینها ایجاد بکنند که جرأت نکنند که جوانان ما رو بکشند. این که ما بخواهیم بنشینیم و نگاه بکنیم و تصور بکنیم که علی خامنه ای شبیه رهبرانی است که در کشورها، مثلا در گرجستان آقای ادوارد شوارنادزه وقتی که دید مردم اعتصاب کردن و بیرون آمدن و این اعتراض عظیم رو شروع کردن، بعد 4 روز کنار می رود، علی خامنه ای مرد نامرد در حقیقت بی‌پروایی است که به هیچ وجه پایبند به هیچ گونه اخلاقی نیست. هیچ گونه اخلاقی در وجود رذل و پلید و فاسد او وجود ندارد. دستور کشتار خواهد داد. اگر رژیم توانمندی کشتار رو دارد، بایستی اراده کشتار رو از او گرفت. اراده کشتار رو ما زمانی میتوانیم بگیریم به حداقل امکانات و به حداقل دادن کشته و تلفات که بتوانیم این گروه های ضربت رو تشکیل بدیم و در دل اینها رعب و وحشت ایجاد کنیم. کمایی که در چند ماه گذشته شاهد بودیم که در اینجا و آنجا آخوندی رو مورد ضرب و شتم قرار داده بودن با سلاح سرد، برخی رو با سلاح گرم در سیستان و بلوچستان، در کردستان. در هر صورت این عامل وحشتی رو که رژیم در ما ایجاد کرده و توانمندی اعتراض رو از ما گرفته، جسارت به خیابان آمدن رو از ما گرفته است، ما بایستی این زنجیر رو بکسلانیم و پاره کنیم و آزاد بشویم و بالعکس اونها باشن که از ما میترسن.
بسیجی هایی که امروز در خیابان های شهرها جولان میدهند و افتخار میکنن که بسیجی هستن، اگر احساس بکنن که جان آنها و خانواده اونها در معرض خطر هست، مسلم است که تغییر روش خواهند داد، مسلم است که دیگر فرمان برداری از رژیم نخواهند کرد. و ما بایستی این رو در میان اینها آنچنان ایجاد بکنیم، به شکلی ایجاد بکنیم که در حقیقت اراده سرکوب به طور کامل از رژیم فاسد گرفته بشه. و در این مورد من گفتگوهای روزمره‌ای دارم با بسیاری از دوستان، به خصوص نظامی ها، به خصوص کسانی که در مسائل رزمی و در آموزش های رزمی وارد هستند، و اینها برنامه هایی دارن که این برنامه ها رو هم از طریق ارتباطاتی که با داخل کشور هست انجام میدهند، و شاید لازم باشد که ما به طریقی اجازه بدهیم که این ارتباطات بیشتر برقرار بشه و که به لحاظ امنیتی بایستی کاملا شناخته شده و تا حد امکان مورد اطمینان کامل باشه. فرض فرمایید که ما این اراده سرکوب رو از رژیم گرفتیم، فرض فرمایید که مردم هم بیرون آمدن و مردم میلیونی بیرون آمدن، ولی این مردم نیازمند مدیریت هستند. این مردم همانطور که در جنبش های مدنی در بسیاری از کشورهای جهان رخ داده است و شاید 50% جنبش های مدنی موفقیت آمیز بوده است و یا حداقل 47% جنبش های مدنی با موفقیت کامل روبرو بوده است، خب در کشور ما هم سرانجام با آماده کردن مردم و گرفتن اراده سرکوب از رژیم ما بتوانیم این کارو انجام بدیم. ولی جنبش های مدنی آموزش میخواد، جنبش های مدنی نیازمند این است که مردم رو آگاه بکنیم، مردم بایستی شعارهای مشخص ساختار شکن داشته باشن، مردم بایستی از یک سمبولی استفاده بکنن، همونطور که در کشورهای مختلف دیدیم، انقلاب گل سرخ رو دیدیم، انقلابهای مخملی رو دیدیم، انقلاب تراکتور رو دیدیم، چیزی که در رومانی اتفاق افتاد و بسیاری انقلابهای رنگین که در کشورهای مختلف در آمریکای جنوبی در شرق اروپا رخ داده است و به موفقیت رسیده است. هر کدوم اینها، هر یک از این انقلاب‌ها یک سمبولی داشته است، شعار مشخصی داشته است و یک مدیریتی که اکثرا این مدیریت در هنگام بروز انقلاب از میان مردم به وجود آمده. اگرچه در برخی از موارد مانند لهستان پیش از اینکه انقلاب رخ بدهد در حقیقت یک گروه کارگری پیدا می شود و آقای لخ والسا که در حقیقت یک رهبر کارگری هست و ایجاد یک سندیکای کارگری میکنه که در برابر حزب کمونیست بیسته و خود این منجر میشود به یک انقلاب در لهستان، ولی در بیشتر موارد ما رهبر مشخص رو نمیبینیم، بلکه رهبرهای متعددی هستند که از درون انقلاب ها بیرون میاین و رهبری جنبش ها رو بر عهده میگیرن. در کشور ما که همه چیز ایستا هست در حال حاضر، یعنی مردم از ترس و وحشت، از گرسنگی و فقر و از ناامیدی به آینده در حالتی هستند که تصمیم گیری برای اونها غیر ممکن است و به تبع جنبش آغاز نشده است، به تبع رهبران جنبش پیدا نشده اند، بنابراین با توجه به سرکوب شدیدی که رژیم دارد، تا ما بخوایم پله پله این مدارج رو طی بکنیم تا اینکه اراده سرکوب رو از رژیم بگیریم، بخش بزرگی از ایرانی ها که شاید حدود 6 تا 7 میلیون ایرانی در خارج از کشور هستند، وظیفه بسیار بزرگ و سنگین و مهمی در مورد آزادسازی کشور خودشون دارند، در مورد کمک کردن به همیهنانشون در داخل کشور. در این مورد شاهد هستیم 40 سال است و به خصوص در 10-12 سال گذشته و به خصوص دوره 8 ساله اوباما آنچنان درها رو
برای رژیم باز کردن و اجازه رسوخ و نفوذ دادن به این رژیم در تمام ارکان از دانشگاه ها تا تینک تنک ها تا روزنامه ها تا مجلات تا رادیو تلویزیون های بین المللی تا سیاستمداران تا احزاب چپ اروپایی تا سوسیال دموکرات ها در اروپا تا دموکرات های آمریکایی همه رو خریدند و در رسانه هایی که آمادگی خیانت به مملکت رو داشتن عوامل اینها، نوکران اینها، گماشتگان اینها گسیل شدن و در بی بی سی و در رادیو فردا و در صدای آمریکا و در غیرزالک همه اینها لانه گسیدن. در شورای اتلانتیک همه اینها رسوخ کردن، نفوذ کردن و پولهای بی حسابی که از ایران برای این شورا رفت اینها شدن عوامل لابی برای رژیم، به اضافه آن عوامل دیگری که مانند نایاک و غیرزالک مستقیما با اینها کار میکرد. در این دورانی که حدود 4 سال است که آقای ترامپ روی کار آمده، اوضاع احوال عوض شده، سختگیری ها بیشتر شده، بگیر و ببند ها آغاز شده. اون حداقل فضای بازی رو که حسین اوباما برای اینها ایجاد کرده بود امروز وجود ندارد، ولی هنوز هم در وزارت امور خارجه عواملی که در اون زمان بودن و عوامل نفوذی و رسوخی رژیم هستن وجود دارن. حتی این آقای پومپیو نتوانست اینها رو تصویه بکنه. قوانین دست و پاگیر و دموکراسی حقیقتاً لگام گسیخته آمریکا به گونه ایست که بسیار بسیار طول میکشد تا این آمریکایی‌ها بتوانند یک کاری رو انجام بدن، استعاتی رو انجام بدن. ولی صرف نظر از اینکه اینها چه میکنن، که هر چه میکنن به نفع خودشون و مصالح خودشون هست، ما چه میکنیم؟ ما ملت ایران چه کار میکنیم؟ ما ملت ایران که در خارج از کشور هستیم عمدتاً به صورت مردمان مسخ شده در آمدیم که از زیر یوغ اونها، از اون رژیم فاسد اسلامی فرار کردیم، به خارج از کشور آمدیم. اما اون فساد رو اول در چمدانهای خودمون بسته‌بندی کردیم، کوله باری از اون فساد رو با خودمون به خارج از کشور آوردیم، آمدیم در اینجا حسینیه درست کردیم، زینبیه درست کردیم، سینه زنی راه انداختیم و بساط عاشورا درست کردیم. و بعدم بران که لفت و لیسی داشته باشیم، هم برویم و هم بیاییم و هم آهسته برویم که اتفاقی برای ما نیفته، از شرکت کردن در تجمعات، در اعتراضات، در مجامع خودداری کردیم. به همین دلیل است که شما میبینید که یک عده شجاعت میکنن، رسانه‌ای درست میکنن و کوشش میکنن در این رسانه صدای خودشون رو و صدای میهن پرستان ایرانی که در خارج از کشور هستن رو به گوش داخل برسونن و بالعکس صدای مردم داخل کشور در خارج بشن. عده کمی هستن، جوان و پیر، کسانی رو من بارها دیدم که بر روی صندلی چرخدار هستن ولی هنوز اون غیرت میهن پرستی، هنوز اون حس میهن پرستی در وجود اینها هست، از حقوق بازنشستگی و همه چیز صرف نظر کردن و اینها با صندلی چرخدار در تجمعات ظاهر میشن. و در برابر این گروهی که تمام کوشش خود رو برای رهایی میهنش به کار میاندازد، یک گروه بسیار بزرگی هستن که میخورند و مینوشند و خوش به میهن کردن و تصور میکنند که اگر یک فیلمی رو در یک جایی در خانه، در پستوی خانه و یواشکی دیدند و یا آزادی های یواشکی رو که آن دخترک وابسته به رژیم به اینها پیشنهاد میکنند یا زنان خودفروش دیگری که از سوی رژیم آمدند و در این تلویزیون ها به عنوان گوینده و برنامه ساز هستند، اینها اگر رفتن و صحبت های اونها رو در پستوی خانه آهسته شنیدن، تصور میکنن که غیرت میهن پرستی دارن و دارن وظیفه میهن پرستی خودشون رو انجام میدن. عوامل رژیم در طی این سالها کوشیدند که به جای اینکه در اون مملکت کاری در جهت آبادانی و آزادسازی کشور انجام بدن، صرفا به انتقاد از خاندان بزرگ پهلوی بپردازن، به قدر این رو تکرار کردن و تکرار کردن و در رسانه ها دنبال کردن و در رسانه های نوشتاری و گفتاری و تصویری تکرار شده است که
بسیاری از مردمانی که حتی در طول عمر خود یک جلد کتاب نخوانده‌اند و فقط چیزهای شنیده‌اند، تحت تاثیر این تبلیغات به گونه‌ای هستند که امروز تصمیم گیری برای اینها غیر ممکن است. تا زمانی که این اکثریتی که در خارج از کشور هست نتواند تصمیم بگیرد، تا زمانی که ما به عنوان دلقک‌های سیاسی هر روز به دنبال جمع‌آوری پول باشیم، هر روز به دنبال درست کردن یک تشکیلات جدید باشیم، هر روز به دنبال درست کردن دولت موقت و غیر و ذالک باشیم و نتوانیم گرد یک نفر جمع بشویم و یک رهبری بلا منازع ایجاد بکنیم در خارج از کشور و یک صدا و یک زبان بشویم، این وضعیت از هم گسیختگی سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج از کشور ادامه پیدا خواهد کرد. پس اگر بخواهم از آنچه که در این 30-40 دقیقه با شما همیهنان عزیز در میان گذاشتم رو مروری کنیم و نتیجه گیری بکنیم، نتیجه این است که رهایی ایران به دست ما ایرانیان است و ما ایرانیان تا تاریخ خودمون رو درست نشناسیم، تا وقایعی رو که اتفاق افتاده است آنچنان که اتفاق افتاده است و آنچنان که در پشت آن وقایع بوده است که امروز بسیاری از اینها مشخص شده، دخالت آمریکایی‌ها در سال 1357 در بروز اون فتنه بزرگ و اون شورش کور، دخالت آمریکایی‌ها در خرداد 42 و همدستی خمینی ملعون گجستک با جان اف کندی و دار و دسته او در کاخ سفید در آن زمان، همه اینها حکایت میکند که این بیگانگان بودند که با دخالت در کشور ما برای حفظ منافع خودشون دست به کارهایی زدند که ما در حقیقت متوجه نبودیم. امروز هم کسانی که در لباس ملی و ملیون و نهضت آزادی و امثال اینها آمده اند، به علت اینکه نمی توانند مصالح و خوبی های اون مردم رو تشخیص بدهند، با بت پرستی از شخصی که کارنامه نه تنها چندان خوبی ندارد بلکه بسیار تاریکی دارد و با سرسپردگی کامل به او، از درک مسائل عاجز هستند و گروه ها و گروهک های مارکسیستی اسلامی و مارکسیستی و مارکسیستی لنینیستی یا مارکسیستی ماویستی هم، اینها هم همه دامن به این ماجرا میزنند. امروز اگر ما بتوانیم کتاب های رو به هم معرفی کنیم، اگر برنامه های تلویزیونی رو به یکدیگر معرفی کنیم، اگر کوشش کنیم در نشر افکاری که روشن فکرانه است، روشنگرانه است، بکوشیم تا آموزش ببینیم، تا تاریخ رو درست بشناسیم، تا وقایع رو درست بشناسیم، آن وقت هست که میتوانیم از این حالت خمودگی و بیوطنی که داریم، بیوزنی که داریم بیرون بیاییم و احساس کنیم که ما ایرانی هستیم. ما در برابر کشور، در برابر تاریخمون مسئولیت داریم و باید این مسئولیت رو به درستی بشناسیم تا بتوانیم به درستی انجام بدیم. من امیدوار هستم و همواره بایستی امید داشت برای اینکه ما هرچه زودتر به این آگاهی برسیم و دست از این دجاجت ها، منیت ها، خودپرستی ها بکشیم تا بتوانیم به جایی برسیم که به جای تراشیدن ده ها و صد ها رهبرهای بی ارزش قلابی، در برابر در کنار یک فردی که صلاحیت او بر ما محرز شده است، جامعه جهانی از او شناخت دارد، در داخل مردم کشور او رو صدا می کنند، جمع بشویم و یک رهبر بلا منازع برای خود انتخاب کنیم. آن رهبر هم در برابر ما مردم مسئولیتی دارد که در انجام این مهم اراده همکاری خود رو نشان بدهد و این یک رابطه دو طرفه است که نه رهبر میتواند از این مردم
انتظار یک سویه داشته باشد و نه این مردم هستند که می توانند انتظاری از کسی داشته باشند که آمادگی برآورد کردن خواستهای او رو ندارند. پس این موضوعی است که بایستی در گفتگوهای سازنده میان ملت و شخص شاهزاده رضا پهلوی با صراحت و درستی انجام بشود و کسانی به گرد ایشان جمع بشوند، زنان و مردانی که دارای اراده کافی هستند، حس میهن پرستی دارند و میخواهند برای سرزمینشان کاری کنند و ایران و ایرانی رو از این ظلمت و تاریکی بیرون بیاورند. به امید روزهای بهتر و درخشانتر و به امید پیروزی همه ما در راه نجات ایران. شما بدرود میگویم و پاینده ایران عزیز ما.